همکاری سناباد ما موفق شد در پی گزارشی که از طریق شهروندان واصل شد. به محض ورود منزل متوجه حضور افرادی در منزل شدن. من توی سرویس بهداشتی بودم، بعد یه دفعه صدای زنگی شنیدم، ولی تا موقعی که خواستم بیام بیرون سرویس آشپزخونه زنگ زدم به پلیس 110 که الحمدلله خدا رو شکر کمتر از 2 دقیقه رسیدن. رفتم دم در رو باز کردم، بعد مامورین پلیس هم از اشاره کردن که از اون در دیگه دارن میرن بیرون. از اون در رفتن، یکیشونو گرفتن، یکی دیگه‌ش هم فرار کرد که رفت توی منزل همسایه‌مون. مبادرت به جمع‌آوری لوازم منزل LCD، عرضم حضور شما لوازم دیجیتال منزل کردن. سویچ مالک منزل داخل خونه بوده، پراید داخل حیات پارک بوده که تمام لوازم رو انتقال میدن داخل پراید و قصد متواری شدن با پراید هم داشتن. یعنی علاوه بر سرقت منزل، سرقت پراید هم در دستور کارشون بوده که به هر نحوی می‌خواستن خودرو رو هم خارج بکنن از منزل. فرار کرده بودن، اومدن توی خونه همسایه‌مون. متواری میشه به داخل منزل همسایه از رو پشت بوم و حیاتی که مجاور بوده. ضمن درگیری که با صاحب منزل داشته، حالا به هر نحوی خودش رو پلیس آگاهی معرفی میکنه. کدومشون؟ که پیرهن سفید داره. آره، خودش رو اعلام میکنه. ضمن توضیحی که مالک منزل ازش میخواد، میگه که من پلیس آگاهی هستم، منزل دزد اومده، اومدم دزد رو بگیرم. با این نحو قصد فرار کردن به سمت بالا رو داشته که نهایتاً مالک منزل با هوشیاری که داشته متوجه میشه که تیپ و شمایلش به پلیس آگاهی نمیخوره، به هر شکلی هست مشکوک میشه و باش درگیر میشه. لباسش رو در میاره از تنش که حین فرار لباسش دست صاحب منزل میمونه و نهایتاً به رو پشت بوم میره و از اونجا وارد منزل سوم میشه. دیدم دخترم میگه که دزد، من نماز می داشتم ادامه دادم، گفت پدر دوز دوز دیده دوز دوز آمده. من حقا نماز می شکستم، تا رفتم بیرون دیدم صدای پا میاد تون تون داره میره طبقه دوم. مبادرت به جمع‌آوری طلاجات، زیورالات منزل میکنن و رقمی هولوش 70 میلیون تومان از طلاهای منزل مالک سوم رو جمع‌آوری میکنن. ضمن درگیری با مامورین در محل بلافاصله دستگیر میشه. اینا رو شما زمانی که رفتین طلاها رو کجا گذاشته بودن؟ داخل کمد خاصه کوچیکه. داخل یک کمد کوچیک راحت در دسترس. یعنی شما کشور کشیدین طلاها رو دیدین؟ بله. دلارا چطور؟ بله، همه یک جا بود کنار هم. بله. ببینید یه نکته همینه که بارها گفتن آقا هر آنچه همراهتون دارید یک جا نذارید، پولی اگر هست، دلاری هست، طلایی هست، اینا رو تقسیم کنن. چرا با سارقا درگیر نشدین؟ به خاطری که من اولین چیزی که فکر کردم، گفتم 2 تا سارق اومده، اگه برم درگیر بشم، معمولا سارق امکان داره یک وسیله چیزی همراهش باشه، از ترسش هم که شده امکان داره مشکل ساز بشه براتون. رو همون اساس من اولین کاری که کردم زنگ زدم به پلیس، گفتم نهایت امر اگر ببینن منو و درگیر بشم، لااقل پلیس در جریان باشه و شاید انشالله شانسی داشته باشیم زودتر برسن و بازداشتشون کنن. عزیزان، شهروندان عزیز توجه داشته باشن، اولا فاکتور طلا و جواهراتشون حتما در یک جای مطمئن، اگر احیانا مورد دستبرد سارقین قرار گرفت، حداقل اون فاکتور و اون ریز دقیقاً مشخصات طلا جواهراتشون باشه که بتونن در اختیار پلیس قرار بدن. این فاکتورها رو جدا بذاریم، طلاها رو جدا. دقیقاً آره. اسناد مدارکشون رو حتما در جای مطمئن بذارن و در یک مکان وجوه نقدشون، طلا، جواهرات، ارزی اگر احیانا دارن، در یک مکان قرار ندن. ترجیحاً از طریق بانک‌ها و جاهایی که نگهداری میکنن وجوه نقد یا احیانا طلا و جواهرات که نگهداری میکنن نگهداری بشه. در مواقعی که مثل همین مورد احیانا مواجه میشن با افرادی که در منزل هستن، افراد غریبه مشکوک، احیانا احتمال میدن سارقین باشن، تحت هیچ شرایطی بحث درگیری یا بحث و مجادله یا درگیری با سارقین نداشته باشن، بلافاصله با پلیس اطلاع بدن که انشالله پلیس بتونه به موقع حضور پیدا کنه و اون اقدام عملیات پلیسیش انجام بده.